ابراهیم کجایی بابا؟ نمیدونم، تو این ظلمت کده خودم رو گم کرد، اصلا نسبم رو گم کرد، نفس اسیرم ابراهیم، اسیرم. نگاه کن، ببین با من چه کردی. من که کاری نکردم، من فقط میخوام زندگی کنم. اگه من اسیر این نفس بمونم تو هم زمین گیر میشی. اینجا خونه شما هم هست. نه، خونه من اینجا نیست، جای تو هم نیست. آدمی که از وطنش دور بیفته، از ریشش جدا بشه، میگرد، میپوست. همراه من بیه. نمیتونم بابا، من دارم میرم. اگه نرم میمیرم، کمکم کنه بایین.
کمکم کن. بابا بابا عمو اکبر سلام. سلام آقا. خسته نباشی. سلامت باشی. بابامو ندیدی؟ بابات؟ چرا؟ دو سه روز پیش اینجا بود. از من حلالیت طلبی. یه آینه و تسبیح و جانماز به من داد و رفت. دو سه روز پیش؟ دیشب تا نزدیک صبح اینجا پیش من بود. من از دو سه روز پیش به بعد دیگه ندیدمش. نگفت کجا میره؟ گفت میره طرف ولایت. خیلی ممنون. قربانه. الو سلام. سلام. کجایی تو؟ زیر پامون علف سبز شد. چشممون به در سفید شد. راستش چجوری بگم؟ برام یه مشکلی پیش اومده. مجبوریم یه چند روزی کار عقب بندازیم. ببینم. تو حالت خوبه؟ نه. چته؟ دلشوره دارم. طبیعیه. زن گرفتن هزار جور درد سر داره. موضوع این نیست. بابام یه ها غیبش زده. باید بگردم پیداش کنم. دست بردار. چرا پلیس رو خبر نکردی؟ که گم نشده. میدونم کجا رفته. اصلا معلوم هست تو چی داری میگی؟ دوباره زده به سرت؟ دیشب خوابای آشفته دیدم. خواب که نه، کابوس وحشتناک. صدات قطع و وصل میشه. یه جا که آنتن میده وایسا، درست حرف بزن ببینم دردت چیه. الو، حالا صدامو داری؟ آره.
گفتم که دیشب خوابای آشفته ای دیدم. از امتلاع معده است. حتما طبق معمول پرخوری کردی، چرند و پرند اومدن به خوابت. چرند و پرند چیه؟ اتفاقا به نظرم خیلی هم مرموز و معنیدار بود. بابا اومد به خوابم، بدجوری ناراحت و دمخ. از خواب که بیدار شدم رفته بود. تو الان کجایی؟ دارم میرم طرف ایلام. طرف ایلام؟ زده به سرت؟ یعنی یه دفعه دیگه روز از نو روزی از نو. حالا من جواب اطرافی ها رو چی بدم؟ میدونم تقصیر از منه، اما نه خیر، مقصر منم که بعد از مخالفت همه به یه آدم یه لاغبای آسمونجل روی خوش نشون دادم. حالا هم چشمم کور، دارم تاوانشو پس میدم. من که مسخره تو نیستم. به همون میگن نامزده ابدی و به ریشمون میخندن. مهم نیست، در دروازه رو میشه بس، اما دهن مردم رو نمیشه. اما و اگر و شاید و باید و بذار کنار، جواب منو بده. چی بگم؟ خودت خوب میدونی که من اهل خواهش و تمنا و التماس نیستم، ولی به خاطر حفظ آبروم ازت خواهش میکنم. ببین، باتری موبایلم داره خالی میکنه، الانه که خاموش میشه، بعدم با تماس میگیرم. اینجور حقوقای تو دیگه نخنما شده، هر جا که کم میاری موبایلت باتری خالی میکنه. دادا سلام، چیزی شده؟ چرا ماتت برده؟ نمیدونم. نمیبینی؟ بیا پایین. نمیتونم. چرا؟ سرم داره میترکه. پاهم درد میکنه. نه ترس، تورید نشده. بیا پاهم، باید به راد ادامه بدی. بیا. نمیتونم. میتونی، بیا. بیا پاهم. Thank you.
سلام. سلام علیکم اخوی، این وقت شب اینجا؟ میرم طرف امامزاده پیرعطا. پیاده؟ ماشینمون پای خراب شد، مجبورم. راه تاریکه و مقصدم دوره دور. چاره چیه؟ سوار شو تا جایی که ماشین بره میبرم. سوار شو. ممنون. دنبال کسی میگردی نه؟ دنبال بابام میگردم. چه؟ چرا قدم عقی؟ ماشینمو به امان خدا ول کردم. بس نگران نباش، طوریش نمیشه. در ذهن بی خیال مال دنیا، خدا را شکر تنت سالمه. تنم هم سالم نیست. چرا سالم نیستی؟ این زخم دورنه بچه گیته، تازه سرباز کرده. این چفیه تو داشت برده، اونا بردار رو پیشونی تا ببن. اهل این منطقه که نیستی؟ نه. این طرف ها چه میکنی؟ مسافر هایی که از جاد منعرف بشنم جا به جا میکنم. مسخرم میکنی؟ نه برادر، ما اهل اینجا گفا نیستی. ظاهرن اهل حرف زدنم که نیستی. نه سکوتم، بهتر از بر حرفی. گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. من شهربانو عطایی هستم از عشایر خطه شهید پرور ایلام. زمانی که جنگ شروع شد با خانواده لب مرز بودیم. یه شب نزدیک عید سه نفر از رزمنده های خودی زخمی و خسته به ما پناه آوردن. اونا برای آخرین شناسایی رفته بودن. باید هر طور بود خودشونو میرسوندن به مقرشون. یه نفر میخواستن که راه و نشونشون بده. کی بهتر از یه چوپون؟ من داوطلب شدم که از بیراهه ببرمشون. خوردیم به یه میدون مین. باید رد میشدیم. کمکشون کردم. اونا میگفتن چی کار کنم، چجوری مینا رو خونسا کنم. منم دست به کار شدم. به لطف خدا یه معبر باز شد. از مرز که عبور کردیم هوا روشن شد و من دیگه نتونستم برگردم پیش خونم. شب بعد عملیات فتح المبین شروع شد. بچه ها دمان از روزگار بسیا در آوردن. ولی بسیا موقع فرار تمام خانواده‌مو به جرم همکاری با ایرانی‌ها قتل عام کرد. از اون بعد تصمیم گرفتم زندگیمو وقت جنگ و مبارزه با بسیا کنم. رفتم به اداره سپاه و به عنوان امدادگر شروع به کار کردم. همزمان ادامه تحصیل دادم. حالا هم که در خدمت شما هستم دانشجوی سال اول پزشکی. رسیدم آخر خط. اینم اون حسینیه که گفتم. میتونی امشب اینجا بیت رو تکنی؟ فردا هم راهی اون امامزاده بشی. خیلی ممنون، زحمت کشیدم. فقط جسارته، اما چیزی تقدیم کنم؟ نه بابا، اینجا همه چیز صلواتیه. ست تا صلوات غر را هدیه به روی شهده. آقا ابراهیم، التماس دعا. چی شد؟ این بابا اسم من از کجا میدونست؟
سلام. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی. اسم من ابراهیمه. میخوام برم امامزاده پیرعطا. میدونم. از کجا میدونی؟ منو فرستادن شما ببرم اونجا. سوار شی. من که سواری برات نیستم. اشکالی نداره، ما میبریم تو. شما سوار نمیشی؟ نه. چرا؟ میترسی ایبون اذیت شه؟ نه، من که وسی ندارم، شما راحت باشی. خب اینجوری که درست نیست، اذیت میشی. ما الیاتی هستیم، عادت داریم. قیافت خیلی آشناست. همخونی آشنایی میاره. اسمت چیه؟ اسمم اردلان. اسم بابات؟ حمزه. این اسمم آشناست. ما هم قوم و خویشیم، از یک قبیله ایم. آفرین، پسر باهوشی هستی. بزرگتر از سن و سالت حرف میزنی؟ نه، بعدش سن و سالم حرف میزنم. اگه اشتباه نکنم یه نفر اون بالا همراهت بود، یه غیبش زد. این خواهرم بود، رفت بابام خبر بده شما رسیدید. شما از کجا میدونستین من کیم و از کجا میام؟ اما اصلا گفته بود شما تو راهی.
مگه عمو اسد پیش شماست؟ بله. سلام عمو جان. سلام. خوش اومدی شیر مادرت حالا. ممنون. منتظرت بودی. سرت سلامت. حالا بهتر شدی؟ بله خیلی بهترم. دست شهربانو سبک. شما اینجا چه کار میکنی؟ فکر نمیکردم دیگه کسی اینجا زندگی کنه. چرا؟ هستن هنوز کسانی که زاد و بومشون رو فراموش نکرد. میدونم. یکیش بابام. همیشه دلش هوای وطن داشته. باریکلا. باریکلا به غیرتش. دو سه روز پیشم دیگه طاقت نیاورد. منو تنها گذاشت و بی خبر راهی شد. انشالله خدا بخواد اینجا دوباره آباد میشه. اینطور که معلومه تا حالا باید رسیده باشه. بله پسر جان رسید. اونو عجلش با هم رسید. چی؟ اردلان یه ننه آب بوم برگی بیدا بزن تازه و شاداب بمون. شما چی گفتی؟ دنیا زاد است و مرد پسرم. کل من علیها فان. الان کجاست؟ غروب قشنگی. آره خیلی
اما غم انگیزه. طبیعت غم انگیز نیست، تو غم زدی. از دست دادن عزیزان کم غصه ای نیست. این اواخر حال عادی نداشت. دوری از وطن غم غربت میاد. خدا شاهده در حقش کوتاهی نکردم. میدونم، خودشم میدونست. از کسی گله ای نداشت، گرفت و گیرش با خودش بود. کم حوصله شده بود آسیم سر، مدام خودش رو سرزنش میکرد. هیچ وقت انقدر بیقرار ندیده بودمش. حق داشته، همه قبیله پیرنیا درد دین داشت. جد اندر جد خدمتگزار این آقا بوده، نه فقط خادم بلکه سادات اولاد آقا هست. میگفت باید کاری کن. گفتمش برادر جان، قدمگاه پر از مینه. اون نامسلمونا انقدر تخم کینه کاشتن که راه از بیراه معلوم نیست. جای پای مرگو نمیبینی؟ گوشش به دکار این حرفا نبود. گرگومیش سحر صدایی مثل رعد در کوه و کمر پیچید. کار از کار گذشت. من نمیفهمم بعد از این همه سال، این همه مین اینجا چه معنی داره؟ اینجا خیلی پرت و دور افتاده است. گذر کسی به این طرف ها نمیفته. پس بابای بیچاره من چرا باید سر از اینجا در بیاره و از دست بره؟ حتما پیمانش پر شده بود. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. وقتی خورشید با همه عظمتش لحظه لحظه فرو میفته و ذره ذره محو میشه، همه غمهای عالم به قلب آدم هجوم میاره. آره، اما باکی نیست. آفتاب میره اما طولی نمیکشه که مهتاب میاد. خوش عطر و طعم و خوشمزه است، نه؟ خیلی. شیر اشرف مایاته، برنج اشرف غلات. شیر برنج خوراک بهشتی هست. دست شما درد نکنه، خیلی چسبید. دست بخت فرشته هست. چهره شما خیلی آشنا به نظر میرسه. خب حتما آشناست. خون که بجوشه چشم دل پر میزنه. چطور شهربانو رو نشناختی؟ هم خونته. حاضری؟ بله. آشماش بیرون باش، مواظب خودت باش، کلوچه بخور ساکت باش، دختر پادشاه باش. وگرنه کفشتو میندازم توی رودخونه.
خونه، خیلی ازت بدم میاد. شناختم. ماشاءالله برای خودش خانومی شده. ماشاءالله به جانت، تو هم برای خودت مردی شدی. خب دیگه، بچه ها بزرگ میشن. خیلی شیطون بودی و پردل و جرأت، روز زمین بند نمیشدی. اون جای زخم روی پیشونیت هم مربوط به همون دوران. میخواستی لنگ کفش شهربانو رو از آب بگیری، سرت خود به سنگهای کف رودخونه. یادش به خیر بچگی، دوران خوشی بود. اما حالا زندگی بد جوری گلالودمون کرده. خدا نکنه، دور از جون، درست میشه. زندگی پاک و زلاله، ما گلالودش کرد. الو، الو، ببخشید. ای بابا عجب گرفتار شدیم. ما چیه عمو جان؟ چیزی شده؟ اینجا دیگه کجاست؟ اینجا زادگاهت پسر جان. این نزدیکی ها جایی نیست که تلفن داشته باشه؟ نه، باید یه آمبولانس خبر کنم. آمبولانس برای چی؟ برای بردن جنازه. باید کفن دفنش کنم؟ نباید بردش. کفنش که کردیم دفنشم میکنیم. کجا؟ همینجا. اینجا توی این کوه و کمرا؟ اون خدا بیامرز توی این کوه و کمر به دنیا آمد، همینجا هم از دنیا رفت. باید همینجا هم به خاک سپرده بشه. این باید و نبایدها رو کی گفته؟ خودش گفته. به کی؟ به من. گفته باشه، با این وضعیت شدنیه؟ چرا که نه، امکان نداره. هر طور شده باید ببرمش. بلوته برشته شده. چطوری از وسط این همه مین ردش کنم؟ بال در بیارم؟ لازم نیست بال در بیاری، کافیه یکم دل و جرأت به خرج بدی. آره، من آدم ترسویی هستم. ترسیدن گناهه؟ نمیدونم. پس بدون من یه بچه پاستوریزه اوتو کشیدم که از توپ و تانک و فشفشو از این حرفا میترسم. جلو بابا، یه جلو ته. چی آقا جو؟ خیلی درد میکشم.
گوش کن پسرم، میخوایم یک کاری واسه بابا بکنی، فقط تو میتونی. چیکار کنم آقا جون؟ خوابم میاد، دلم میخواد راحت بگیرم با، اما نمیتونم. کاری که باید تمام میکردم نیمه کارم بود. تمومش کن بابا. نمیتونم، منم خیلی کارا دارم که نیمه کار مونده. با تو نیستم، با پسرم ابراهیمم. تو پسر من نیستی، از اینجا برو، از جلوشم دور شو. ممنون از پذیراییتون، خیلی تو زحمت افتادی. حیفه کسی که تا اینجا اومده دست خالی برگرده. دست خالی چرا؟ برمیگرم میبرمش. درست نیست جنازه اون مظلوم بیش از این روی زمین بمونه. تا غروب برمیگردم. فقط اردلان کجاست؟ نیازی به اردلان نیست. خب میترسم تو جنگل گم بشم. این اسب آموخته است، بیراهه نمیره. اگه رکاب بده. خب پس مجبورم تنهایی برم. فعلا خداحافظ. آروم باش، آروم باش، آروم باش، آروم باش. اینطور که معلومه باید پیاده گز کنم. لعنت بر شیطون. خواهش میکنم وضعیت منو درک کنی. تو باید وضعیت خودتو درک کنی. چه میگی تو؟ مگه بهت نگفتم سر به سر این بچه نذار؟ من که کاری شراشم، خودش ترشی. از چی؟ میگه یه سایه تو جنگل دیده. دردت به جونم، مگه سایه هم ترس داره؟ اونم سایه آدمیزاد. چی؟ سایه آدمیزاد؟ بریم ببینم چی میگین شما. آخرین باری که عمو اسد رو اینجا دیدم داشتون پل معلق رو تعمیر میکرد.
پیرمرد نفس نفس میزد و با اره درخت های خشک و مینداخت. عرق میریخت و با تبر تیکه تیکشون میکرد. گفتمش عمو جان چرا اینقدر زحمت میکشی؟ یکم استراحت کن. استراحت ابدی در پیشه. این همه عجله چرا؟ اسم ما تو سیاهی مسافره است. دنیا رو چه دیدی؟ شاید عجل مولت هم نده. میدونست چه اتفاقی قراره بیفته. گفتمش بذار پسرت هم ثوابی از این سفره ببره. این یه خورده تنبل و کم‌حوصله است. خب کوتاهی از شماست. نذاشتی سختی ببینه. چرا؟ کم سختی ندیده. میتونه گلیمش از آب بکشه بیرون. گفتم ماشالله. گفت غلام شماست. صدای اون انفجار لعنتیو که شنیدم دویدم سمت امامزاده. وقتی رسیدم بالای سرش که داشت اشهدشو میگفت. منو که دید منباب وصیت بهم گفت به پسرم بگید منو تنها نذاره. کار منو تکمیل کنه. جنازه‌م به قربت نبره. همینجا کنار امامزاده خاکم کنه. از خودش چیزی هم باقی گذاشته؟ وصیت‌نامه ای نوشته ای؟ یه صندوق همراهش بود. خیلی اصرار داشت اونو تحویل شما بدی. بازش کن. این شجر نامچه باباته. یه تیکه هایی از اون پاک شده بود. از من خواست کاملش کن. خدا بیامرز الیاس مختلخون تعزیه‌دار طایفه‌مون کمکم کرد. حالا از اولشم بهتر شد. رگ و ریشه طایفه پیرنیان رو نشون میده. میگه کی بودین و کی هستین.
چه میراثی که اون این همه اصرار داشته ببینه؟ نفهمیدی؟ اینا نشونه است. اون خدا بیامرز داره باهات حرف میزنه. سر در نمیارم. خدا بیامرز بی سواد نبود که نتونه صریح و واضح منظورشو بگه. خودتو به ناجونی نزن. از این واضح‌ترم میشه؟ خب مگه میشه یه خروار مینو با کتاب و جز به خونسا کرد؟ چرا نمیشه؟ من یه دختر بچه رو سراغ دارم که زمان جنگ همینجوری یه میدون رو پاکسازی کرد. آره منم این داستان رو شنیدم. اتفاقا اونم اسم شهربانو بود. خب پس حتما تو هم میتونی؟ نه این کار از من بر نمیاد، اما اگه بخوای میتونم کمکت کنم. اگه بخوای مثلا چه جور کمکی؟ تصمیمت رو که گرفتی میفهمی. آدم ها موقع تصمیم گرفتنه که جوهرشون رو نشون میدن. عاقل پی پل میگشت، مجنون به آب زد از رود گذشت. معطل نکن. یه رودخونه نیست، نهره، پل نمیخواد. امسال خوشسالی و حالا هم چله تابستون. خوشسالی از غربت آقاست. راه که باز بشه بهار میاد، دل آسمون نرم میشه، بارون میاد، این رودخونه پرخروش میشه و اینجا هم دوباره رونق میگیره. این مسیر امامزاده است که باید پاکسازی شه. آماده ای؟ آره. پس بسم الله بگو شروع کن. مراقب باش، اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
عمودی نه، تا جایی که میتونی افقی بزن. آها آروم، سرش نده. سرتو بگیر عقب. حالا برگرد از اول، چهار تا انگشت جلوتر. گیر کرده؟ نترس، به مین رسیدی. آروم با کارت خاکا رو بزن کنار. آها. کارت رو بذار کنار، با دستت دورش رو خالی کن. برش دار، برش گردون که خاکش بریزه. پینو بذار سر جاش. چاشنی رو بپیچون به چپ. بازم درش بیار. تموم شد. اولیش به خیر گذشت. حالا بعدی از اول. شیطانی سال هاست که داره جون مخلوقات خدا رو میگیره. حالا چیکار کنی؟ چیو چیکار کنی؟ حیوان بیچاره رو فعلا که کارش نمیشه که. یعنی همینجور برش کنیم؟ داره تلف میشه. راه که باز بشه دیگه تلفات نمیدیم. فعلا وظیفه ما پاکسازی این زمینای آلوده است. دست دست نکن. عجله داری یا؟ عجله کار شیطونه، اما پیش از تاریک شدن هوا باید تمومش کنی. رفتی هوا. چی کار کنم؟ نترس، خون سرد باش. حالا با دقت به حرفای من گوش کن. هر کاری که میگم دقیق انجام بده. مین گوجه ایه، پاتو تکون نده.
حالا آروم بشین. پشت پاتو خالی کن. کف پاتو ذره ذره سر بده جلو. باید بتونی با دست شاسی رو بگیری. محکم نگهش دار. حالا آروم از توی خاک بکشش بیرون. آفرین. حالا میتونی بیستی. خونساش کن. خدا رو شکر ماسورش کار نکرد. حالا بعد از همون راهی که رفتی برگردی. در جا آروم برگرد. حالا با دقت زمین رو نگاه کن. جای پاتو میبینی؟ پاتو بذار جای پای قبلیت. بیا جلو. خیر گذشت. آره اما جونم به لبم رسید. ادامه بده. چجوری؟ جزوه راهنما رو باد برد. مهم نیست، یاد گرفتی دیگه. مشغول شو. سیم باش. تلاس. این دیگه چجورشه؟ وصل به یه مین والمری. بعد جای کار گذاشتنش. نمیشه خونساش کرد. باید منفجر بشه. شما بگو. منفجرش میکنم. سیمو بکش.
بخواب زمین. الو عزیزکم، با من امری داشتید؟ ببخشید شما؟ قربون شکلت، شماره شما تو گوش ما افتاده عزیز. حتما اشتباه شده. ایرادی نداره، آدمیزاده دیگه، جایز الخطا است. الو، بازم که اشتباه گرفتی عزیز. ببخشید شما جعفر آقا نیستید؟ آقا خودتی، من اسمم جعفره، شما؟ ابراهیمم، پیرنیا. پسر عمو اسد؟ خودشه. آها خوش غیرت، رو شد بعد این همه سال احوالی از قوم و خویش حقیر و فقیرت بپرسی؟ شرمنده تونم، اما حالا وقت این حرفا نیست. خب از عمو اسد چه خبر؟ همین چند روز پیش تو ایلام دیدمش، کلی هم حال احوال و بگو بخند داشتیم. چجوری بگم، بابام دیگه تو این دنیا نیست. چی؟ پاش رفته رو می. آخه که کجا چجوری؟ یه زحمتی براتون داشتم. اختیار داری عمو، زحمت کدومه بگو. میخواستم یه آمبولانس برام خبر کنید. ببینم حالش وخیمه؟ ای بابا، گفتم که یه حالی باقی نمونده، کار از کار گذشته. ایجاد ایجاد، خدا رحمتش کنه. الان کجایی؟ نزدیک امامزاده. امامزاده خودمون؟ آره دیگه. باش رو چشام، من الان ایلامم، تا بخوام را بیفتم خوردیم به شب. اونجا هم که خیلی پرته، ماشین رو هم نداره. پس من چه خاکی باید تو سرم بریزم؟ دوره جون، من صبح علطلو اونجام، هر کم لازم داری بگو. من الان خیلی گیجم، نمیدونم چی میخوام چی نمیخوام. باید زودتر خودتو برسم. چشم، یه قسمت اینجوری بوده، خدا صبرت بده. ببخشید زحمت افتاده، خیلی ممنون. یا علی، خداحافظ. خیالت راحت شد؟ نمیدونم. این موسیقی میپسندی؟ بهتر از اون جیغای جگرخراشه. نمیخوای ادامه بدی؟ چرا؟ خسته شدی؟ از صبح تا حالا یه نفس دارم کار میکنم. روناکه؟ روناک! چی کار میکنی؟ جلو نیا! نترس. نترس؟ معلوم است اینجا چه خبره؟ چیزی نیست. بابا تو دیگه کی هستی؟ رونا که بچه هست، پاک و بیگناه. بارش سبکتر از اینه که مینو منفجر کنه. پس پل صراطی که میگن همینجاست، نه؟ شاید. Thank you.
سرم درد کنه. قربون سر مشروبه. اینم میشوشه. فدای سینه سوختت. منم دلتنگ و ناراحتم. پس منتظر چی هستی؟ چرا نمیری؟ اون ستاره ها رو میبینین که شکل گو هستن؟ کنار اون مسیر نورانی نقره ای رنگ؟ میگن گوها وقتی میخوان از این دنیا برن میرن یه جای خلوت که هیچ کس مرگشون رو ندونه. قشنگترین آواز عمرشون رو میخونه. بعد که هوا تاریک شد پر میکشن به اوج آسمان. از همون راه نورانی میرن پیش خدا. پس ما دیگه بر نمیگردیم پیش خدا؟ چرا؟ که؟ اون گوی آسمانی که رفت نوبت به ما برسه. یعنی که؟ وقتی تاریکی بره و روشنایی بیاد. ببینم تو کی ستاره شناس شدی؟ از وقتی خودم رو شناختم. کلیای خونه به دوش تا ششم این دنیا باز میکنن آسمون رو میبینن. آسمون با ستارهاش همدم شبای تنهایی بچه چوبونات. درست شنیدم؟ قصد رفتن دارید؟ بله. من تازه دارم اینجا جا میفتم. به شما اونس گرفتم. چاره ای نیست. باید خودمونو به قافله برسونیم. قافله؟ قافله کجاست؟ جایی که درد و غم نیست. همچنین جایی سراغ داری؟ جایی هست که اونجا درد و غم نباشه؟ ما همه از اونجا اومدیم. میشه ما رو هم همراه ببری؟ نه، هنوز وقتش نرسیده. تو یه چند تا کار نیمه تموم داری که باید انجام بدی. بعد دلم براتون تنگ میشه. اون ستاره پرنور رو میبینی؟ اسم شهرهای یمنیه. گهگاه ناپدید میشه، بعد از یه غیبت طولانی دو مرتبه ظاهر میشه. با ظهور این ستاره دنیا قشنگتر میشه. زمین بارور و شکوفا شکوفا میشه. هر وقت دلتنگ شدی به اون ستاره نگاه کن. مطمئن باش پیغامت به محبوبت میرسه. سلام پسرم. بابا دل واپس و نگرانت بودم. داشتم تو رو از دست میدادم. اما دیگه تموم شد. حالا خیالم راحت. دیگه نمیخوای از جلوی چشمتون دور شم؟ نه، خوشحالم که اینجایی. ببخشید دیر رسیدم. مهم اینه که رسیدی. شما حالتون خوبه؟ خیلی. دیگه درد و غصه ندارید؟ نه، درد و غصه و حزن و اندو اینجا راه نداره. ببینی که اینجا کجاست؟ چقدر قشنگه، مثل بهشت میمونه. همینطوره. اینجا دارالسلامه، سرزمین سلامتی.
ابراهیم، آقا ابراهیم، سلام. چرا اینجا رو خاکا خوابیدی عزیز؟ پاشو پاشو. خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزش. جان خودت جان بچم، نمیدونستم یه همچین جایی میخواد بیاد، والا نمیذاشتم. خیلی ممنون. ماشاءالله تخریب چی هم بودی و ما نمیدونستیم. چطوری همه مینو تخریب کردی؟ اونا کجا رفتن؟ کیا؟ رفتن. چرا زودتر بیدارم نکردی؟ ما که همین الان رسیدیم. کاش زودتر میرسیدی. چی شده عموزاده؟ دنبال کی میگردی؟ حاج حمزه. حاج حمزه و بچه هاش اینجا بودن. حاج حمزه؟ حاج حمزه عطایی. ببینم تو حالت خوبه؟ منظورت چیه؟ این بنده خدایی که میگی خیلی وقت شهید شدن. چی میگی؟ مثل اینکه تو حالت خوب نیست. مرتضی بیا. جانم ببینم، تو شهید حاج حمزه عطایی میشناسی؟ که کیه که اونا رو نشناسه؟ خدا رحمتشون کنه. خب به این عموزاده بگو چطور شدن. همون سالای اول جنگ بعد فتح المبین صدام قتل عامشون کرد. دختر بزرگش شهربانو هم موقع بمباران شیمیایی تو سردشت شهید شد. باید قبرش هم همین دور اطراف باشه. اینجا از حاجی بفرما. حتما خوابش ندیدی. خواب کدومه؟ دو شبانه روز اینجا مهمونشون بودم. اون معبر رو با کمک اونا باز کردم. اینها گردنبند شهربانوه. والا روناک، گیوه های اردلان، دستار حاج حمزه. حالا این جنازه عمو کجاست؟ آمبولانس آوردم، او پایینه. احتیاجی به آمبولانس نیست، همینجا خاکش میکنه کنار امامزاده.
اونجا چه خبره؟ داخل امامزاده رو مرتب بکنی. این خرت و پرتا چیه؟ اینا وسایل زندگی عشایره. وقتی میرفتن ییلاق اینجا امانت میذاشتن تا برگردن که جنگ شد. چطور بعد از این همه مدت سالم موندن؟ کسی نبردتشون؟ نمیدونم والا، حتما اینم جزء اسراره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. الله اکبر سبحان الله سبحان الله. الو سلام. سلام، حالت چطوره؟ باتری موبایلت در چه حاله؟ باور کن که داره خالی میشه. حدس میزدم. فعلا فرصت هست اگه حاشیه نری. بگو. اول تو بگو چی شده؟ ما رو جون به لب کردی با کارات. بابام از دنیا رفت. چی؟ نشنیدی چی گفتم؟ برو. درگیر کفن و دفنش بودم. ای وای چه مصیبتی. آقا جون که خیلی سر حال بود. چی شد؟ جریانش مفصله. عجب، پس اینطور. خوابی که دیدم تعبیر شد. چطور مگه؟ نزدیک سحر خواب آقا جون رو دیدم، یه جای سرسبز کنار دریاچه، مثل یه تیکه نور میدرخشید. یه لباس سفید تنش بود. ازش پرسیدم شما کجایید؟ گفت مگه نمیبینی؟ اونجا مثل بهشت بود. سوال کردم شما خوبی؟ گفت خیلی. فقط یه امر خیر مونده، اگه اونم انجام بشه بهترم میشه. اینجاشو دیگه از خودت گفتی. نه خیر، چه پر مدعا. معذرت میخوام، ادامه بده. الان که گوشیم خاموش بشه. همین دیگه. به نظر تو عجیب نیست؟ چرا؟ عجیبتر اینه که منم تو همون ساعت همچین خوابی دیدم. حالا در چه حالی؟ کی بر میگردی؟ میخوای چیکار کنی؟ ما و لیلی هم سفر بودیم در صحرای عشق. او به منزلها رسید و ما هنوز آواره.